به من امید. دست بهش بزنی بیچاره میکنم. بدش به من. آخه بیشورم وقت تو که وقت پول خواستی من بهت دادم. من اینو میخوام. میفهمی؟ میخواستی بری بانک؟ فکر کردی من خرم؟ بدش من. میخوای پولاتو بکشی بیرون؟ آره. پول خودمه، به تو هم هیچ ربطی نداره. من باید بدونم. باید بدونم. دست از سرم بردار. دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم. طلاق میگیرم. اگه زنده از این خونه رفتی بیرون طلاق بگیر. شما همسایه‌شونی؟ بله. ایشون کیه؟ خودشه، شوهر پریبا خانمه. ببخشید آقای محترم. ایست. ایست. رئیس، همسر مرحومه. البته ما رو که دیدن خواستن فرار کنه. ادعا میکنه رفته برای همسرش کادو خریده. این هم همسرشه، درسته؟ بله، این عکس فریباز. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ اعواد از شما پرسید. این چیه؟ آقا اینجا چه خبره؟ تو همون چه اتفاقی افتاد؟ فریبا؟ 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 فریبا تو شرکت کار میکرد، بازاریاب بود. لوازم آرایشی و بهداشتی؟ آره. اجناس وارداتی؟ از ترکیه. پس برای کار میرفتی ترکیه؟ یه دو سه باری رفت. بدون تو حتما رضایت میدادی که میتونستی بره؟ نه، اولش رضایت ندادم، بعد جر و بحثمون شد، دعوا کردیم، اون اصرار کرد، دیگه منم مجبور شدم بذارم بره. اما وقتی دیدی درآمدش خوبه، دفعات بعد راحت این کارو کردی. خب میگفت کارشه، باید بره. اصلا چیکار میکردم؟ رضایت نمیدادم، اون خودش میرفت. قانونی ممکن نیست. میگفت میتونه بره. آدرس شرکتی که کار میکرد کجا؟ به من که چیزی نمیدونم. اسم شرکت نمیدونم. سلام رئیس. سلام، بشین. خب شعبه بانک رو پیدا کردی. امروز صبح حساب مقتول خالی شده. چی شده؟ تماس گرفتیم، گفتن صبح اول وقت صاحب حساب همه این موجودیشو از بانک گرفته. باشو بریم امیر. سلام رئیس. سلام. نتیجه؟ یکی دو ساعتی طول میکشه، بعد نمونه ها رو با دستگاه تشخیص مواد آزمایش کنم. من جوابشو امروز میخوام. حتما رئیس. خب امیر، چی شد؟ حرف عجیبی میزنن رئیس. چیش عجیبه آقا؟ این خانم صاحب حساب بوده، اومده حسابش خالی کرده. آقا اشتباه میکنید. خیلی خوب، من اشتباه میکنم. شما گفتین حسابش خالی کرد؟ شما که اجازه نمیدین من بگم. این خانم امروز صبح اومدن اینجا، یه دفترچه نصفه دستش بود. بردمش پیش آقای رئیس. گفتن مشکلی نداره، پرداخت بشه. فقط 10,000 تومان ته حسابش نگردش برای قرعه کشی. اونم به اصرار من. اون مرده، یه مرده که نمیتونه بیاد بانک حسابشو خالی کنه. حتما نمرده که اومده دیگه. ممنون. موفق باشید. بفرم. بریم امیر. بفرم. خلاصه مفید پرونده. اینم چند تا عکس رادیولوژی از مقتول و گزارش کار که گفتم شاید تو بازجویی به کارتون بیاد. ممنون. زنت خواهر دوقلو داره؟ خواهر دوقلو؟ نه. امروز صبح حساب بانکی همسرت خالی شده. یه نفر به اسم اون رفته و حساب خالی کرده، یه نفر که شبیه اون بوده. 6-7 سال پیش ساعد چپ همسرت شکسته بوده؟ نه.
شاید توی یکی از همین دعواهایی که میکردی زهی دستش رو شکوندی. بابا نه. حالا چند سال این ور یا اون ور؟ ما 8 سال ازدواج کردیم، نه قبلش نه بعدش اون دستش نشکسته بود. چند تا از ددوناشو پر کرده بوده؟ چه میدونم 5 تا 6 تا. گزارش کالبد چکافی چی میگه رئیس؟ همه دندونای مقتول سالم بوده. ببرش. سلام سلام. بله رئیس. نمونه DNA مقتول باید با نمونه DNA همسر مرد مقایسه بشه. حتما رئیس. چند تا تارمو از سوبرس سرش پیدا کردیم. چه خوب. خوابی؟ نه، داشتم فکر میکردم. پس بازم گرفتار یه پرونده پیچیده شدی ها؟ هیچ وقت در این مورد نتونستم کمکت بکنم. شما همینقدر که خونه رو مدیریت میکنی ازت ممنونم. نگران خونه نباش، از فردا اصل میرم میگردم پیدا میکنم. فردا میخوام برم آزمایشگاه. آزمایشگاه؟ برای چی؟ نتیجه شو که گرفتم بهت میگم. میخوای همراهت بیام؟ وقتشو داری؟ مرخصی میگیرم. بله. سلام داوود. خب اشکالی نداره، اگه سر در میاری نگاه کن. حرف شما برای من سند داره. صد برام که بپرسید باز تکرار میکنم، این دو نمونه مال دو آدم مختلفه. خطای اون 1 در 6 میلیارده. چون میدونستم اینو میپرسی جوابتا دادم. آها. بین اعلام مفقودین 3 مورد تقریبا مشابه پیدا کردیم. برای فردا هم با ست خانواده قرار گذاشتیم رئیس. گزارش آزمایشگاه در مورد اون مواد چیه خانم سبا؟ رئیس توی همه اون لوازم آرایشی بهداشتی یه نوع مواد مخدر به کار رفته بود. یه نوع مواد به اسم اشک، البته با درصدهای مختلف. خب. باید حدس زد چه سناریویی پشت ماجرا هست. یک گروه قاچاق مواد مخدر، یک گروه احتمالاً بین‌المللی که فریبا باشون همکاری داشته. سفرهای به خارج، ترکیه، سفرهای تهران، استانبول. اما سوال اصلی اینه، هویت مقتول.
ما کمک های لازم انجام میدیم. امیدوارم هر چیز زودتر پیدا بشه. رئیس، این موردم نبود. پیداش کردیم. جدا؟ سرگرد، دو ماه پیش ما فهمیدیم مونا معتاد شده. هر کاری هم لازم بود براش انجام دادیم، ولی فایده نداشت. آخه خودش نمیخواست ارتباطش با دوستاش قطع کنه، ولی ما ناچار شدیم تو خونه حبسش کنیم، ولی از فرصت استفاده کرد فرار کرد از خونه. کجا رفت؟ با کی رفت؟ اسمش، آدرسش بگید. شهرام نامدار. آدرسش؟ ببخشید ممکنه خواهش کنم چند لحظه بیاین دم در؟ شما؟ همسایه‌تونم. بفرمایید. آقای شهرام نامدار. از بین صداتون کنم. خون نخور. هوشیاری افسر آگاهی. مونا رو می‌شناسیم؟ کی؟ مونا سمی. باید داره آشنا باشه. اگر نمی‌شناسمش. اشتباه گرفتید آقا. خیلی خوبه. پس همراه ما میایید. کجا؟ همون جایی که یاد بیاد منو سمی کیه؟ رادیو. یلا. سر پایین. دو سال پیش توی یه مهمونی با هم آشنا شده بودیم. اکس پارتی. همون موقع معتادش کردی. من معتادش نکردم. تو تشویقش کردی از خونه فرار کنه. من این کارو نکردم. من می‌خواستم باهاش ازدواج کنم. اما اعتیادش همه چی رو ریخت به هم. از فرارش بگو. ازش خواستم برگرده خونه. ولی برنگشت. مینو بهش داده بود. یعنی این. بله گفتم که. آخرین دفعه کی دیدیش؟ این چند وقت اخیر تو پارتی ها نمیومد. مونا رو میگم. خیلی وقت ازش خبر ندارم. بذاش کن. این آخرین خبره. یه جسد سوخته تو همون. میدونی کیه؟ مونا. دروغه. دروغ نیست. وقت موناست. کشتنش برش هم آتیش زدن. دیگه تموم شد. فرار. اعتیاد. اونم آخر خطه. حالا میخوام حرف بزنی. میخوام کمک کنی کسی رو که اون بلا رو سرش آورده پیداش کنی. مگه تو دوستش نداشتی؟ مگه نمیخواستی باهاش ازدواج کنی؟ چند روز پیش باهاش تلفنی تماس داشتم. میخواست بیاد پیشم اما نیومد. میگفت یه چیزایی میخواد راجع به آرش بهم بگه. آرش؟ آرش همین پسری که لوازم آرشی وارد میکنه. اونا این چند روز پیش آرش بوده. نشونی؟ نشون چی بگو؟ من تا حالا دوبار منار تا در خونه آرش تعقیب کردم.
یه وانت مخصوص حمله بار از ویلا خارج شد. مشخصات نیسان رو به گروه گشت ناحیه اطلاع بده متوقفش کنن. مجوز ورود به ویلا رو گرفت داوود؟ بله رئیس. رئیس، یه ماشین مشکوک داره وارد ویلا میشه. یکی از مامورین نامحسوس وارد خونه بشه. لازمه برداشتم. بارمونو سنگین نکن، فقط پول و طلا با یک کیف دستی. پس وسایلمون چی؟ اون بر میخریم. یه چیزایی رو که باید با خودمون ببریم. میگم نباید بارمون سنگین بشه. بگو چشم. اون چیه؟ لازم میشه. نقشه عوض شد. میریم جنوب، با یه قایق تندرو میزنیم اون بر آب. خب من که شنا بلد نیستم. شنا لازم نیست. چرا لازم نیست؟ اگه قایق چپه بشه، اگه غرق بشیم، کوسه ها. مگه تو نگفتی هوایی میریم؟ مرتیکه قاچاقچی میگه یه هفته طول میکشه مدارک آماده بشه. نمیتونیم که صبر کنیم. میتونیم؟ خیرش رو ببینی. چند تاست؟ بیشتر از این برای من صرف نمی کنه. اون همه وسایل نو رو برداشتی؟ این همه عتیقه؟ جسارت، همشون دست ما، خریدار نداره. معامله دلاری هم همینه دیگه. پلیس آقایی، کسی از جاش تکون نخوره. دستو بالا، دستو من بالا. من سمسارم هیچ کارم تکون نخور. بسام سر، بسام الان
دست تو بر بالا. زود زود تکون نخور، تکون نخور. رو به دیوار، رو به دیوار. ایست بایستا. گفتم بایستا. امیر مواظب باش، مصطلعه حسین. حسین حسین برو دنبالش. امیر برو در نره. حالش چطوره دکتر؟ باید زودتر برسونیمش اتاق عمل. جای نگرانی که نیست نه؟ نه، خوشبختانه گوله از عضل شونش خارج شده. دوستان جا به جا خوردم این. نشد که از شهرت خلاص شیما. داداش امی، گوشیمو میدی؟ زنم. سلام. ها ها خواب بودم. خوبی؟ مولم دلم برای تن شده. با خوبه؟ باشه باشه باشه. درآمد مغازه فقط خرج احتیاطش رو در می آورد. تازه اونم اگر حالش رو داشت بره مغازه. ما اکثر اوقات بی پول بودیم. چون یا نشه بود و می خوابید یا خمار بود و می افتاد به جون من. تا اینکه مجبورم کرد برم سر کار. خب منم که کاری بلد نبودم. بالاخره یکی از دوستاش برام کار پیدا کرد توی شرکت لوازم آرایشی. آرش رئیس همون شرکت لوازم آرایشی بود. همونجا باهاش آشنا شدم. حرفتو ناتموم نذار، حرف بزن، بگو. دیگه چه فایده؟ بیفایده هم نیست، ممکنه جرمتو سبک‌تر کنه. کم کم آرش از شرایط بد من با خبر شد. بالاخره یه نقشه کشید، یه نقشه حساب شده.
الو آرش، اون شب برای چی برگشتی خونه؟ آرش ازم خواست. برای چی؟ دستبندش رو جا گذاشته بود. چی شد؟ چرا وایسادی؟ جا گذاشتم. چی رو جا گذاشتی؟ دستبندم جا موند. کجا؟ تو خونه؟ تو دستشویی. فراموشش کن آرش، دیر شده دیگه، بر هر اقدامی دیر شده. اسمم روش نوشته شده. آرش دیگه نگه دار. برای چی؟ بفهم آرش، دیر شده، باید برگردیم بیاریمش. الان در همسایه همه چی رو فهمیدن، اونجا دیگه امن نیست. لو میریم. خب اگه رفتیم اونجا پلیس بود چی؟ اگه همسایه ها من رو ببینن؟ پس میگی چی کار کنم؟ هیچی، صبر کنیم، فقط باید صبر کنیم، همین. صبر کردیم تا وضعیت خونه عادی بشه. تو هم برگشتی اون دستبند رو برداشتی، درسته؟ ناچار بودم. اون دستبند کجا بود؟ تو دستشوی جا گذاشته بود. اثر برداری کردی سر؟ بله قربان. چیز مشکوکی ندیدی؟ خیر قربان. من همه بعد از ظهر رو نگران بودیم، چون میتونستیم پلیس الان رفته محل جنایت برای تحقیق و بررسی. برای همین یکم صبر کردیم تا وضعیت عادی بشه. وقتی برگشتم خونه دیدم در پلم شده. چی کار باید میکردم؟ Thank you.
سلام مادر، کجا میری؟ سلام احمد، چقدر دیر کردی؟ میخوام برم پیش پدرت. باشه، میبرم یه بی بریم حالا، ببین سوغاتی برای چی آوردم. پدرت منتظره دیگه. اون تو راهه، داره میاد اینجا. سلام احمد، اومدی؟ سلام نوشی. سلام جان سرنگ. نه عمیانه رسیدم. بله خیلی خوب، انشالله. باشه قربان، خدا نگهدار. رئیس، تنها آدرسی که از حاتم داشتیم خونه خواهرش بود. دیشب ماموری رفتن اونجا ولی متاسفانه جابجا شده، هیچ کس هم ازش خبری نداره. حالا چیکار باید بکنم؟ سرهنگ تیم زبده رو مامور رسیدگی کرده. اون چند نفری هم که به فرار حاتم کمک کردن از زندان میارن اینجا برای بازجویی. شهر درندشت کجا دنبالش بگردیم؟ پیداش میشه، با پای خودش میاد. حالا رسیدیم قربان. بیافت. اینجا دروازش رو باز کن. برو تو، زود باش، بیا برو تو. بیا دو هفته مرخصی ازدواج برای سروان سوا پیش بده. حتما خوشحال میشه رئیس. حتما. سلام. سلام حسین، مرخص شدی؟ ها چیزی نبود، خبرش تو روزنامه هم نوشتن. معروف شدی بوشهری. شاکری. بله بفهمید. بله خودم هستم. چی؟ کدوم بیمارستان؟ اومدم داوود، من رفتم. کجا رئیس؟ کدوم بیمارستان؟ برگشتم میگم. سلام خانم، با من تماس گرفتن، خانمم اینجا بستری شده. ببخشید شما؟ من سرگرد صنایعی هستم. بله اتاق. سلام احمد آقا. سلام، چی شده؟ نگران نباشید احمد آقا. راضی، حالش خوبه؟ بعد از اینکه دکتر معاینش کرد، وقتی جواب آزمایش رو دید، رازی یه هفته فشار پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه جواب آزمایش واسش غیر منتظره بود. چه آزمایشی؟ یعنی به شما چیزی نگفتن؟ نه.
راضیه بعد از سالها دوباره باردار شده. دکتر دستور داده استراحت کامل کنه. حالت چطوره؟ خوبم. الان خیلی خوبم. ولی دکترت بهت استراحت کامل داده؟ دکترم شلوغش میکنه. شلوغش نمیکنه راضیه جان. تو بعد از سالها دوباره باردار شدی. باید استراحت مطلق کنی. کی مرخص میشه؟ وقتی سرمش تموم شه. دنبال آزادم باید برم. من به مدیرش زنگ زدم اگر دیر رسیدیم نگران نشه. فکر میکنی آزاده بفهمه چی کار میکنه؟ معلومه. خوشحال میشه. اومدن دنباله؟ بله، یه سر باید برامه داره. برو به سلامت. مرزی خانم شما باید زحمت شو بکشید. حتما. خدافز. خدافز. شب بخیر رئیس. یالا شب بخیر. تو بیاییم بیرون. رئیس برای بازجوی آمده. تو هم بیا تو. بفهمید رئیس. کی این بلا رو سرت آورده؟ این نامرد. حیف نذاشتم بکشمش. اگه نه الان اینجا نبود نالوت کنه. هری بی حرف باست میکشتمش. گلا سرت هم فکر نمی‌کردی یکی زیر تیغ سر کیست کنه و به بهانه شراکت در جرمت از زندان فرار کنه، نه؟ از سرگستنه ای تویی. بیادم، تو یعنی چی؟ شما؟ کاریش نداشته باش. آره من سنگم، سرگستنه ای. داشتم می‌کشتمش یه حرفایی زد. درف بزن نفله. حاتم خان، حاتم دنبال انتقام فرار کرد که بیاد سراغ شما. ببریدشون.